در اجندای نشست امروز یکی از مسائل مورد بحث پلان جنجال برانگیز برگشتاندن ده ها هزار پناهجو از اروپا به ترکیه بوده که هدف آن کاهش فشار بر منابع کشورهایی است که در نقاط شرقی اروپا قرار داشته و درب ورودی به کشورهای اروپایی می باشند. ما از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهیم تا تعهدشان برای پذیرفتن پناهجویان بیشتر از ترکیه را فراموش نکنند. در برابر هر دربی که در مقابل پناهجویان غیرعادی بسته است، یک امید برای مسیر مسئول باید باز باشد. در حالی که هزاران پناهجو هنوز هم در سرحد میان یونان و مقدونیه گیر مانده و در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند، اتحادیه اروپا برای حل اختلافات داخلی و دست یافتن به یک راه حل به وضعیت این پناهجویان با فشارهای زیاد روبرو می‌باشد. امید داریم تا کشورهای اروپایی با هم یک جا به یک میکانیزم دست یابند، یک میکانیزم همه جانبه و مشترک که بتواند مشکلات این پناهجویان ناچار را کاهش دهد. جانزنی ها مبنی بر تعیین سرنوشت این پناهجویان یک بار دیگر امروز در حال آغاز یافته است که شماری از این پناهجویان در مورد نتایج این نشست دو روزه ناامید به نظر می رسند. من هیچ امیدی از این نشست ندارم. این نشست هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد. آنان تنها در مورد این صحبت میکنند که با ترکیه چی کنند و چگونه پول برایش بدهند. این کار به مانند قاچاق انسان است. بر اساس پیشنویس یک قرارداد که در اوایل ماه روان میان اتحادیه اروپا و ترکیه به امضا رسید، در بدل هر پناهجوی بدون اسنادی که ترکیه آن را دوباره از اتحادیه اروپا قبول میکند، اتحادیه اروپا یک پناهجوی سوری را از ترکیه میپذیرد. اتحادیه اروپا گفته است که در مجموع تا 70,000 پناهجو را طی یک پروسه تحت نظارت ملل متحد خواهد پذیرفت. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.